درود بر شما همراهان گرامی و عزیز. به کانال خودتون خوش آمدید. فتنه خمینی در اعتراض به نظام پادشاهی مشروطه آغاز شد. او مخالف مجلس شورای ملی بود و میگفت که ملت حق قانونگذاری ندارن از دیدگاه او قانونگذاری حق خداوند بود و باید به جای مجلس شورای ملی شورای اسلامی باشه تا قوانین فرعی رو از منابع شهر کشف کنه و پیرو به چنین دیدگاهی مخالف حق رأی زنان نیز بود و سرآغاز داستان فتنه 57 از اینجاست نه آنچنان که جریان های چپ میکوشن رخت های مردم پسند و گولزنک به اون بپوشونند و آیا میدونستید که سواد خمینی ملعون هم در حد یک طلبه احمق بوده و اصلا تا درجه آیت اللهی هم در همان حوزه خرپروری درس مذهبی نخونده بوده؟ بله وقتی که خمینی هندی با تحریک انگلیس و آمریکا شروع کرد به اقدام علیه شاه و جلب افراد مسلح تروریست شاه تصمیم داشت با اعدام او این قائله رو بخوابونه اما آخون شریعت مداری که متوجه این موضوع شد بلافاصله خمینی رو آیت الله اعلام کرد و چون اعدام مراجع در ایران ممنوع بود قضیه اعدام این جانور هندی انگلیسی منتفی شد و خود آخوند شریعت مداری هم اجازه داد خمینی رساله او رو با کمی دستکاری به نام خودش اعلام کنه که اکثر این دستکاری ها به خاطر فساد روحی خمینی در بخش روابط جنسیه و کافیه که رساله آخوند شریعت مداری رو با رساله خمینی شیطان مقایسه کنید اما همین شیطان به محض به قدرت رسیدن به خاطر اینکه این مسائل فاش نشه آخون شریعت مداری رو کشت و حالا حضور نماینده طالبان در مراسم سالمرگ خمینی ملعون هم جالبه فضل محمد حقانی کاردار طالبان در تهران از مهمانان ویژه مراسم سی و سالمرگ سال روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری نکبت اسلامی بود که یک شنبه چهاردهم خورداد برگزار شد. و صندلی حقانی درست میان دو سردار سپاه پاسداران قرار داشت این در حالیه که یک هفته پیش از این در تیراندازی نیروهای طالبان به مرزبانان ایرانی سه سرباز وظیفه جان باختند و در واکنش به درگیری های مرزی سربار اسماعیل کوسری نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با وبسایت اصر ایران گفته بود که دعوای ایران و طالبان دعوای خانوادگیه و از این اتفاقات برای بچه هایی که در یک خانه با هم هستن میفته که اختلافی به وجود میاد و دعوا میشه اما این تصویر بیانگر اینه که اتفاقات این روزهای بین رژیم ایران و افغانستان و لشکرکشی طالبان کاملا با هماهنگی رژیم جنایتکار آخوندیه و برای خاموش کردن خیزش ملی ایرانیان و این تصویر هم یعنی آوردن لنگلنگان جنتی به مراسم بود که از چهرش معلوم دیگه حتی نا نداره نفس بکشه و راه بره اون وقت خامنه ای قاتل و جنایتکار سرنوشت 85 میلیون جمعیت مظلوم ایران رو به دست این مرده متحرک سپرده این خودش دهنکجی ده به ما ملت ایرانه و اینکه دعوت حسن خمینی و شرکا از طالبان بعد از کشتن مرزبانان ایرانی بستن آب و موضع هرچند نمایشی وزیر خارجه که گفته بود طالبان رو به رسمیت نمیشناسیم در مراسم رسمی جدید نیست و اگر یادتون باشه دولت خاتمی هم قبل و بعد از کشتار دیپلومات ها در سال 77 همین بود مانع نابودی طالبان شد با طالبان بست و مانع خروج دیپلومات ها شد کشتارشون رو هم برای اهدافی چون بهانه جلب مذاکره و نفوذ به لابی های غنیمت دونست و اینکه تصاویری از عبدالحمید خراسانی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که خبر از به کما رفتن وی میداد عبدالحمید خراسانی در هفته های گذشته ویدئوی تهدیدآمیز علیه مردم ایران منتشر کرده بود همچنین امروز خبری مبنی بر بازداشت ژنرال موبین منتشر شده موبین فردی بود که همزمان با تنش مرزی ایران و افغانستان مردم ایران رو با بشکه های زرد تهدید کرد مولوی عزت الله فرمانده قطعه منصوری طالبان در ولایت پنچیر از سوی نیروهای مقاومت ملی کشته شد. علی جنتی وزیر سابق ارشاد اسلامی در مصاحبه با سایت جماران میگه اگر تشخیص داده بشه که فردی حتی با داشتن پرونده های فساد باید وارد مجلس بشه، پروندهش پاک میشه و از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت میشه. به طور مثال میشه به نام محمد باقر قالیباف اشاره کرد که اسمش در پرونده قطور املاک نجومی شهرداری تهران مطرح بوده اما اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی فقط ببینید که اوضا انتخابات به قدری دراماتیک شده و به قدری روی ضعف حافظه تاریخی مردم حساب باز کردن که زیبشل فاسدی مثل علی جنتی که اخبار فساد اقتصادی و اخلاقیش ماها قبل استعفا در بولتنها و اخبار سیاسی پخش بود و پرستوها سوارش بودن و رسوای عالم شده بود و دیگه امکان کار نداشت و حتی در نهایت دریوزگی گفت که به احترام علم الهدا از کنسرت در مشهد صرف نظر میکنه حالا میگه فلان و صدای بازیافت داره یه زن آقای جنتی سال برانگیز از وزارت ارشاد جدا شد این درسته یا نه؟ یعنی نخواستید ادامه بدید؟ خب بله من دیدم که به حال همطور که اشاره کردم این حرکتی خودم بهش اعتقاد داشتم رئیس جمهورم بهش اعتقاد داشت یعنی همون مشی بود که رئیس جمهورم اعتقاد بهش داشت خب این مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست این سبک کار و وقتی این جور هست بالاخره وقتی ایشون به عنوان ولی فقیه ما از یه حرکتی که ما داریم انجام بدیم رضایت نداشته باشه برای چی بخوام ادامه بدیم قیمت ساعت که حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری نکبت اسلامی پوشیده از قیمت نخستین به اصطلاح محصول الگوریتم پردازش کوانتومی در بازارهای جهانی بیشتره 1700 دلار برای این مدل رادو که با سرامیک سفیده و بد نیست بدونید که حبیب الله سیاری پسرش و فامیلش در زمان شهرداری قالیباف از سفره بسیار رانتی و انحصاری و با برکت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری به ویژه در منطقه دو و دلالی و کارچاقکانی و رانتخاری به شدت بهرهمند بودند و با الیاس قالیباف هم سر و سر داره و در دلالی فساد امور اقتصادی ارتش هم فعاله سیاری کارگزار فاسد و شیادیه که توهم ریاست جمهوری داره و در پوفیوزی سیاری همین بس هر وقت فساد و ناکارآمدی از سیاری و فرزندش بالا زده یا حوث کار سیاسی کرده خودش شایعه بازداشت و انتقاد و برکناری خودش رو منتشر کرده از جمله غرق شدن مشکوک ناو جماران در نو شهر و غیره و آیا واقعا کسی تصور میکرد که قدرت تخریب سه متر پارچه از قدرت تخریب بمب اتم بیشتر باشه این عامل 44 سال تخریب کشوریه که یک هشتم ثروت دنیا رو با یک هشتم جمعیت جهان داره حمایت من از رضا پهلوی برای خاطر ایران داریست نه برای خاطر اسلام داری و آین اسلام را مثلا ایشون خوب بلد است یا خوب میفهمد نه منظورم این نیست اسلام امری شخصی و جدای از سیاست با دست اهلش باشد رهبران اسلامی در ایران زیادن حالا کاری نداریم که الان خیلیشون لالمونی گرفتن حرف نمیزنن حالا اون بباند ولی بس سرگلاش پیدا میشه اسلام رهبران درست و نادرست خودش رو میگیرد چاره مبارزه کردن با نیالود شدن اسلام به قدرت یا قدرت به اسلام جداسازی مسالمت آمیز دین و دولت است به این به در دستان قفی به قدر شاهزاده رضا پهلوی ممکن است دیگه مشخص است کانونش مشخص است کیف میده با رضا پهلوی زندگی کردن مزه میده لذتی دارد زلنوری در جدیدترین مصاحبهش لجنپرانی کرده که همه فرزندان رهبر معظم انقلاب مستعجرند و زندگی اجاره نشینی دارند و یک خودرو از خودشون ندارند و زندگیشون کاملا زاهدانه است باید بهش گفت کسی که نتونسته بچه های خودش رو خونه دار کنه صلاحیت رهبری کشور رو نداره دوم اینکه نوه کاشته شده متولد انگلیس که یک میلیون پوند هزینه صرف شده اونم حدود 15 سال پیش آیا با پول مستجری بوده سوم اینکه چمدانهای دلار کمتری بفرستید برای گد عراق و یمن و لبنان و غیره که بتونه یه تیکه استخوان بندازه جلوی هاش. جان کلام این که و هفتهایی که شعار برق و آب و مسکن مجانی رو در دهان خمینی گذاشتند و زندگی زنان رو تباه کردن اکنون میگن شعار زن زندگی آزادی مال ماست آگاه باشید که هر جا کسی ادعا کرد به انقلاب زن زندگی آزادی خیانت شده یک پنج و هفتیه کسانی که مردم ایران رو تباه کردن این بار در پی آتش زدن خاک ایرانمون هستن اینها هیچ وقت نمیپذیرن که کسی مالک شعارها نیست برای همین ما دائم خواهیم شنید که ایده میگن ما مالک شعار زن زندگی آزادی و انقلاب ژینا هستیم پنج و هفته های کرواتی شعارها رو فقط علیه جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن بلکه با آن همه رو هدف قرار میدن اطرافیان خمینی هم در سال 57 اینقدر گفتن که ما صاحب جمهوری اسلامی هستیم و همه رو به جرم مخالفت با جمهوری نکبت اسلامی مجازات کردن تا فقط خودشون در قدرت ماندن شغال های همیشه در کمین این خاک با همراهی سیب های نسوی جمهوری اسلامی چقدر علاقه دارن به بهانه دشمنی با این شعار حق انتخاب، حق زن بودن، زندگی کردن و آزادی همه ما رو یکی یکی بگیرن. تفکر پنج و هفتی کسیفترین تفکر سیاسی جهانه تمام بدی ها رو یک جا داره از زشت‌ترین بخش سوسیالیسم تا افراطی‌ترین بخش اسلام تا خیانت به مام میهن تا تجزیه طلبی تا تروریسم تا دروغ تا مرگ و تفکر پنج و هفتی ربطی به سن نداره و معتقدم تنها راه مقابله با آن مشروطه پادشاهیه پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.